59مین مصافه استقلال پرسپولیس در یک روز غیر تعطیل برگزار می شود. شنبه 14 آبان 84 این دو تیم دیدار رفت خود را در فصل 84-85 در هوای بارانی و با قضاوت ولفگانگ شتارک آلمانی برگزار می کنند. ورزشگاه برخلاف همیشه کاملا پر نیست و حداکثر چیزی حدود 80,000 نفر از بازی دیدن می کنند. بازی از سری رقابت های هفته 10 است و در شرایطی برگزار می شود که پرسپولیس برخلاف استقلال شرایط جالبی ندارد. اخراج راینر سوبل با بازگشت علی پروین همراه است، ولی پرسپولیس بیشتر یک تیم جنگنده و سخت‌کوش است تا یک تیم هجومی و تماشاگر پسند. در جبهه مقابل استقلال امیر قلعه‌نویی تیمی است که برای قهرمانی بسته شده. من خب یه 8 سال بود که در خدمت تیم سایپا بودم. 2-3 سال آخر هم تیم پرسپولیس منو می‌خواستن استقلال. خودم ترجیح می‌دادم بیشتر سایپا بمونم و یه ذره با تجربه شم بعد بیام به تیم‌های بزرگ. تا وقتی که اونجا به بازوبند کاپیتانی و تیم ملی رسیدم دیگه هیچ انگیزه‌ای نداشتم. گفتم برم تیم استقلال پرسپولیس که اون انگیزم دوباره بیاد، به دست بیاد و دوباره تلاش کنم، رقابت کنم با بازیکن‌های بزرگ استقلال پرسپولیس که دوباره زندگی جدیدی دوباره فوتبالی شروع بشه. سر همین بود که دیگه یه سال هم با سایپا داشتم. مدیرات بکنم آقای هاشمی بودن اون موقع. شبونه یادم دقیقا باشگاه سایپا سر چهارراه میدون ونک، سر چهارراهی که اداره مالیات هست اونجا بود و ساعت 11:30 شب بود در باشگاه رو وا کردن و من و آقای نظری رفتیم اونجا و رضایت‌نامه من و یادمه با حسین کاظمی با هم دیگه گرفتن و من به استقلال اومدم. شاید بگم با پول خیلی ناچیزی من به استقلال اومدم و الان خدا شکر راضی هم. همین که بین مردم، بین هوادارا اون محبوبیت رو به دست دارم خودم راضی هم. ضربه رو بلند میزنه طالبلو. نوری قرار گرفتن مجتبی جباری هم در ترکیب تیم استقلال در نوع خودش جالب توجه بود، همونطوری که آقای بهروان هم بهش اشاره کردن. او مدتی مصدوم بود، گفته میشد که آسیب دیدگی او جدی است و باید از ناحیه رباط صلیبی مورد عمل جراحی قرار بگیره، اما او را آماده کردن. یک خطای شدید، تکل از پشت ببینیم. بله، اولین بازیکن کارت زرد میگیره حامد کاویانپور هست. داور آلمانی با کسی شوخی نداره. خطا برای نیکبخت انجام شد. دو بازیکن در تیم ملی فوتبال کشورمون در کنار هم بازی کردند. اولین ضربه کرنر این مسابقه است. تیم استقلال در این مسابقه میزبان به حساب میاد. ضربه زده میشه. بلند برای دروازه، فرصت برای تیم استقلال و نیکبخت که توپ رو به بالای دروازه کوبید. بهترین فرصت تیم استقلال تا به اینجای کار بود. جباری بلند میزنه. به بعد از تیر دو مدافع پرسپولیس برمیاد، اون یه موقعیت عالی و توپی که از کنار دروازه انعطی به بیرون میزنه. چهره عجیبی هم به خودش میگیره بعد از زدن این شوت، ولی به هر ترتیب ضربه نفسگیر او از کنار دروازه عبور کرد. خب یه اشتباه دیگه در خط میانی تیم استقلال، حمله شکل میگیره برای تیم پرسپولیس. فرصت بسیار خوبی است برای تیم پرسپولیس. طالبلو از دروازه بیرون اومده و اجازه نمیده که کاظمیان با یه فرار انفرادی جالب دروازه رو باز کنه. نیکبخت باز هم کوتاه میاندازه، یارگیری فشرده هست. خود نیکبخت برای امیرآبادی آماده ارسال میشه، این کار رو انجام میده. فرصت برای تیم استقلال و توپی که میلیمتری از بالای دروازه بیرون رفت. چیزی نمونده بود، یه گل به خودی رو ببینیم از کریم باقری. خب شما ناکن، من بازیکن ملی بودم اومدم استقلال و تماشاشی خب به ندرت دیده بودم، ولی خب اون هیجانی که میگفتن دربی خب تا حالا ندیده بودم برم داخلش قرار بگیرم. خیلی برام جالب بود که مثلا تماشاگر حالا این همه تو استادیوم بخوای بازی خوب انجام بدی، هر چی هم که بگی بازیکن بزرگی هستی بازم یه نمه استرس داری تو زمین. این میتونه زده حمله خطرناک باشه از توی بازیکن پرسپولیس. کاظمیان در انتظار توپ هست. یه سانتر بلند، طالبلو، دروازه تیم استقلال خالی است و طالبلو میاد توپ رو میگیره و اونجا علیزاده هم
خودش رو روی زمین میاندازه. ببینیم چه اتفاقی افتاد در مقابل دروازه تیم استقلال. جباری دخالت میکنه، تو اونجا لو رفته، موقعیت داره اکبرپور، پاس در آم، عنایتی در منطقه جریمه میاره رو پای چپش، هنوز داره آماده میکنه توپ رو روی پای چپش، حالا عنایتی و توپی که به دروازه نمیرسه، هنوز حمله ادامه داره، یه توپ بلند دیگه از همه عبور میکنه، اون طرف فرصت برای زدن شوت، جباری عالی میفرسته برای مجیدی، مجیدی به مقابل دروازه، کورنر برای تیم استقلال. ضربه آزاد رو بازیکنان تیم پرسپولیس خواهند زد. 3 دقیقه زمان تلف شده در نظر گرفته شده و بازی هم به پایان میرسه در نیمه اول. نیمه اول با وجود برتری نسبی استقلال بدون گل به پایان میرسد. بله بسیار متشکرم آقای بهروان. یه حرکت در آغاز نیمه دوم و ببینیم تصمیم داور در قبال این صحنه چیست. بله داور اعتقاد داره که خطا نبوده و کاظمیان قصد فریب او رو داشته. یه حرکت بسیار سریع پشت محوطه جریمه انجام شد. یه پاس بلند به سمت چپ زمین، کاظمیان در عرض حرکت میکنه، میخواد فرصت شوت زنی به دست بیاره، یک ضربه دیدنی و واکنش عالی از طالبلو. یه مقدار در عرض حرکت کرد، وقتی دید در مقابلش فاز خالی به وجود اومده شوتش رو زد که طالبلو با این عکس العمل توپ رو به بیرون فرستاد. اون بازی دورانی بود که مرزاد برنچی خیلی مورد حمله مطبوعات قرار گرفته بود و کنم علی آقای پروین مربی بود و میگفتش که هر چی گل میخوره از سمت مرزاد مردنچیه و واقعا هم تو اون بازی مرزاد مردنچی نیمه دوم سمت چپ یه توپ لو داد که همون توپ رسید به فرزاد مجیدی با یه روبه جلویی که کرد جایف مرزاد مردنچی، رضا عنایتی با یه بغل پا توپو کرد تو گل. جباری، پاس جباری که نظم میده بازی تیم استقلال، با چند پاس تگزر توپ رو میارن به سمت راست، اما در نهایت معدنچی که پا به توپ حرکت میکنه، خود معدنچی، اما توپ او همه مقصد نمیرسه. کلا بازیکنایی که این هفته اخیر خوب بازی نکرده بودن در این بازی هم خوب بازی نکردن. یکیشون معدنچی بود، حالا فرصت برای مجیدی، فرصت داره تک به تک پاس به جلو، موقع گل تیم استقلال توی دروازه، عنایتی، گل اول برای استقلال، استقلال 1-0. اون بازی هم خاطره انگیز بود چون از سمت مرزاد مردنچی گل زده شد و بنده خدا خیلی اون سال اذیت شد، هم ایشون هم آقای پروین، و واقعا اون چیزی که بیان میشد علی آقای پروین مستقیم حرفا نبود و هم فکر کنم اون سال بود که یخ زدن آقای پروین و فکر کنم سال سخت واسه آقای پروین و مردنچی و واسه پرسپولیس بود. چیز خاصی یادم نیست ولی میدونم که میدونستیم میبریم دیگه. اونم بازی شرایط ما از پرسپولیس بهتر بود چون توی ما هم تو کورس قهرمانی بود، ضمن اینکه ما دوتا فوروارد خیلی خوب داشتیم، رضا عنایتی و سیاوش اکبرپور، فرزاد مجیدی هم اون سال خیلی خوب داشت کار میکرد، یعنی هم بازی قبلش پاس گل به من داد، هم بازی با بازی یکیش هم به رضا پاس گل و فرزاد داد اگه اشتباه نکنم. رضا عنایتی ششمین گل فصلش رو به ثمر میرسونه، پاس عالی مجیدی که بازی پر انتقاد خودش رو با این پاس گلی که داد به دست فراموشی سپرد. هواداران استقلال به وجد میاد. حالا آقای علی پروین، بعد ببینیم چه عکس العملی نشون میده. این مجیدی است، نگاهش رو میکنه، پاس به جلوش رو میده و عنایتی هم که دروازه رو باز میکنه. فرار مجیدی از تله آفساید و اینم ضربه تمام کننده عنایتی. از این زاویه ببینیم در نمای مناسب مشخصه که آفساید هم نبوده و دروازه باز میشه. البته این پاس اول در چه شرایطی داده شد که مجیدی حرکت کرد، وگرنه این حرکت آخر که اصلا به هیچ وجه آفساید نبود. چیز خاص زیادی از تو ذهنم نمونده. من فکر کنم مثلا شاید 0.01 ثانیه یا 0.02 ثانیه دیر خروج کردم، یعنی اگه زودتر میرفتم. فقط اینا به شما میگم اون بازی فقط رضا عنایتی میتونست همچین توپی رو بزنه چون هیچ فضایی من براش نذاشته بودم، فقط اون میتونست چیپ بزنه بره تو گل. که اومدم بیرون و علی پروینم خیلی از دستم ناراحت بود، حتی حمید استیلی هم من یادم نشسته بود بغل علی پروین میگفت بعد فرشید زودتر میومد بیرون فلان، از این کارهایی که معمولا خیلی ها میکنن، آقای استیلی هم میکرد دیگه. آخه خاطره بدی شد واسه من اون بازی یکیش. شب قبلش جالب بود که شاید
شاید حالا نمیدونم ولی به واقع فکر میکنم که اینجوری بود. ترکیب یه چیز دیگه بود. فکر میکنم که مهدی امیرآبادی قرار بود بازی کنه. بعد صبح خواب بیدار شدیم تو اردو، رضا نفی گفت من خواب دیدم که فرزاد پاس میده من گل میزنم. و خب همین شوخی 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 آخر سر به علاج که رسیدیم، خب ترکیب به این شکل بود که آقای مجیدی بازی میکنه و خب حین بازی هم آقای مجیدی خوب بازی کرد واقعا و پاس هم داد و آقای نفی هم گل زد و خواب رضا تعبیر شد. خدا حاجی زاده تحت فشار قرار میگیره پشت محوطه جریمه و توپش رو میزنند. بازم داده حمله از تو استقلال انجام میشه. عنایتی در عرض، مجیدی اضافه میشه، یه پاس عالی، فرصت برای تیم استقلال و حرکت دیدنی کریمی که نگذاشت دروازه پرسپولیس برای بار دوم فرو بریزه. نوری نگاه میکنه، حالا میفرسته برای دروازه، یه فرصت عالی برای تیم پرسپولیس و عبور تو بازم از کنار دروازه وسیله علیزاده. این توپیست که پژمان نوری با کات زیبا برای دروازه میفرسته و علیزاده در بین مدافعان استقلال ضربه سرش رو به توپ زد اما این توپ هم به بیرون رفت. واقعا اون بازی هم یه بازی خیلی خوب بود برای من، چون خب ما یکیش بردیم، دروازه هم باز نشده بود، پرسپولیس هم موقعیت خوبی داشت و فشار و استرس رو یکیش خیلی زیاده مثلا رو دروازه، چون هر لحظه امکان داره که تا دقیقه 90 خورده ای هم امکان داره که این اون موقع است که این برد تبدیل به باخت میشه برای تیمی که گل رو دریافت میکنه، چون یکی جلوی برنده ای، وقتی مساوی میشی اون تیمی که دقایق آخر گل زده واسهش حکم پیروزی رو داره. منصوریان نگه میداره توپ رو، توپ به جلو حرکت میکنه، منتظر که روش خطا کنن اما این اتفاق نمیفته، میبره به اون گوشه زمین، دو سه بازیکن پرسپولیس مزاحمش هستن. کاظمیان با دوندگی بیامان توپ رو در اختیار گرفت، تکل صحیح عنایتی، آخرین ثانیه های مسابقه، یه موقعیت برای تیم استقلال و ضربه آزاد، خطا برای کاظمی انجام شد. ببینیم این ضربه آزاد رو استقلالی ها در واپسین ثانیه ها خواهند زد یا اینکه داور سوت رو میزنه. بله سوت پایان این دیدار، برتری 1-0 تیم استقلال در مقابل پرسپولیس در 59مین داربی این دو بزرگ فوتبال پایتخت و 3 امتیاز برای استقلال. این دومین پیروزی پیاپی استقلال در داربی تهران است. بازی برگشت دو تیم استقلال و پرسپولیس در لیگ پنجم حرفه‌ای در یک روز زمستانی و سرد برگزار می‌شود. در روز 19 اسفند ماه 84 این دو تیم در حالی مقابل هم می‌ایستند که پرسپولیس اصلاً وضعیت خوبی در جدول ندارد، ولی استقلال بعد از چند فصل ناکامی به شدت در پی بالا بردن جام قهرمانی است. ترکیب تیم فوتبال پیروزی رو ببینید. کریمی در چارچوب دروازه است، انصاریان، باقری، سید عباسی، رضایی و حاجی زاده تقریبا عناصر دفاعی این تیم هستند، معدنچی و مامانی در دو طرف پیستون ها خواهند بود. من موقعی که فوتبال بازی می‌کردم دائم به زور منو می‌برد استادیوم بازی پرسپولیس نگاه کنم، نه که به زور ببره، چون همه بچه‌ها رو جمع می‌کرد می‌برد. ما شخصا خودم خانواده‌ام همه پرسپولیسی بودن. بعضی موقع هم که بعد تمرین شرایط بازی که تو استادیوم آزادی بود میخوردش از نازیه بود که زمین پاس تمرین اون تمام شد میومدیم میرفتیم تو ورزشگاه با رفقامون میشستیم بازی پرسپولیس رو نگاه میکردیم. آرزوم این بودش که حتی یه روزی تو تمرین پرسپولیس شرکت کنم، چه برسه اینکه بازی بکنم واسش. بعد عرضم به خدمت با دربی اول من قرار بود فیکس بازی کنم، بعد اومدیم داخل زمین از پله‌ها که اومدم بالا خیلی واسم جو سنگین بود، خیلی واسم سنگین بود، طوری که با تیم گرم نکردم، رفتم نصف زمینی که در اختیار ما تیم بود واسه گرم کردن رفتم یه 20 دقیقه خودم تنهایی میدویدم تا نفسم بالا بیاد، یعنی تماشاگرها بتونم تحمل کنم. آریهان سرمربی تیم پیروزی میبینیم روی نیمکت ذخیره های این تیم نشسته و این تیم رو مقابل تیم فوتبال استقلال هدایت خواهد کرد. من اون موقع باز کاپیتان پرسپولیس بودم ولی آریهان خیلی جالبه. ما مثلا من، علی انصاریان، حامد کاویانپور، یادم این آدمانی که گذاشتن کنار،
یه دفعه آقای آریهان حالا وسط لیگ بود، ما دوباره بازی میکردیم، من با راهان داشت بازی کردم، مثلا همون روز با راهان دفاع راست بازی کرده بودم، فردا سر تمرین اومد آقا این شمارهایی که میگم، حتی آریهان خیلی جالب بود. ببین مثلا یک آریهان میدونه نزدیک 1 میلیارد هزینه واسه باشگاه پرسپولیس داشت، شما سوال کنید من فهم می‌کنم تو کل دوران مربیگری که تو پرسپولیس بود یک ماه سر تمرین پرسپولیس نبود. خیلی مربی تیزبینی بود، یعنی اون موقع من یادم مثلا توی تیم ما اومد روی بازیکنی مثل رضای مامانی تکیه کرد که هیچ کسی این کار تکیه رو نمی‌کرد، ولی این مثلا من خواهم بگم این شجاعت رو داشت، این شناخت رو حتی توی چند جلسه تمرین از تیم به دست می آورد. مثلا میگم حتی بازی که همین بازی دربی فکر کنم 2 تا 3 تا از بازی‌های لیگو پشت سر گذاشته بود، یعنی به عنوان سرمربی تیم پرسپولیس بود اومد تو دربی. خب اگر الان چون تو تیمش فیکس بازی می‌کردم به قولی همه کاره تیمش بودم تعریف کنم ازش، میگن خب چون بازی می‌کرده اینطوری، ولی در کل اونایی که باش کار کردن خیلی به لحاظ فوتبالی فن فوتبالی بهشون اضافه شدش. خب مربی خارجی اینو دوست دارن دیگه، فوتبال یه ضرب دو ضرب دوست دارن، منم بازی می‌کردم دوست داشتم، هم جنگنده توپ می‌گرفتم واسهش، هم واسهش یه ضرب دو ضرب بازی می‌کردم دوست داشتم. یعنی آدمی بود که کاسب بود تو چین، واقعا هم کار بیزینس میکرد و اینا. من شاید خیلی جالب، من بازیکن پرسپولیسم، شاید تو کل فصلی که آریهان به عنوان مربی بود بیشتر اون کمکشون بودن، یونگ، آقای یونگ بودن که همه کار بودن. ایشون مثلا میومد یه دو روز میاد سر تمرین، یعنی ما 3 ماه نمیدیدیمش، دوباره میرفت 2 ماه مثلا نمیدیدیمش، دوباره میاد سر تمرین 2 روز میدیدیمش، دوباره نمی. بعد واسه همین بود اسپار رو نمیدونست، مثلا من کاپیتان پرسپولیس بودم، من میگفت شماره 20، علی انصاری میگفت شماره 8، روزی هم که میخواست ما رو بیرون کنه شماره ای بیرون کرد، گفت این شماره هایی که میخونم فردا نیان، شماره نمیم 8 20 11 10، اینا فردا نیان. ما تمرینم کردن خیلی جالب بود، بعد تمرین تیمو جمع کرد گفت این اسامی نیان، چرا نیان؟ خلاصه گفتیم چشم نمیم نیومدیم. بعد حالا ولی آریان خیلی مربی با کلاسی بود، خیلی مربی با شعوری بود. یه سری مسائل تو پرسپولیس مثلا میگم مشکلاتی که باشگاه ایجاد کرده بود، آریهان این مسائل رو آورده بود توی کار کوچینگ خودش. روز آخر ما از آقای آریهان پرسیدیم که تو فرودگاه من با یکی از بچه‌ها با خود علی بود سوال کردیم که آقای آریهان حالا که داری از ایران میری، اون روز با سی ما رو اخراج کردی، گفت مدیر عامل، گفت پرزیدنت، یادمه گفت پرزیدنتتون به من گفته بود که این شما 70 داده و گفته بود اینا علی پروینی هن. دارن کمکاری میکنن که تیم نتیجه نگیره، تو از پرسپولیس بری علی پروین بیاد. بعد از اون من خیلی پیشنهاد داشتم ولی دیگه بازی نکردم. یعنی شما حساب کن کاپیتان این تیم باشی بیان میگن اخراج، شما یه جای دنیا پیدا کنید که 11 یا 13 سال تو تیم بازی کرده باشه بعد بیان میگن اخراج. بعد جالب اینه که فیکس هم داری بازی میکنی، جالب اینه که مثلا حالا من گل نزدم ولی انسانی 11 تا گل زده، بعد میان میگن آقا اخراج. شما به من روحیه میمونه که من برم مثلا واسه سایپا فلان تیم بازی کنم؟ دیگه فوتبال رو گذاشتم تو 32 3 سالگی گذاشتم کنار. استقلال 0 پیروزی 0. چارچوب دروازه پیروزی رو میبینید، فرشید کریمی فریاد میکشه، از اینور امیرحسین صادقی از استقلال صاحب توپه. واسم در نومه جریمه، حالا نیکبخت فرصت داره، یه تکلیم به موقع از کریم باقری، باسم تکرار ساند، فرصت هست، ضربه رو سید عباسی میزنه، زده حمله یه تیم پیروزی. کاویانپور به سرعت میدوه، معدنچی باید از این توپ ببینیم چطور استفاده میکنه، از همونجا مستقیم میزنه و در چارچوب دروازه وحید طالبلو که توپ رو میگیره. فکری یه اشتباه میکنه، حالا توپ برای مهرزاد معدنچی، پا به توپ، ارتور شده توپ رو دوباره پس میگیره، موقعیت هست روی دروازه وحید طالبلو، حالا جواد کاظمیان فرصت داره اونجا به بیرون، فرصت برای تیم فوتبال پیروزی. نگاه کنیم معدنچی اینجا توپ رو سانتر میکنه، طالبلو واقعا اشتباه بدی کرد، کاظمیان یه لحظه خودش هم میتونست همونجا سریع بزنه، این کارو نکرد، توپ پاس داد برای پژمان نوری و ببینید توپ کجا زد. امیرآبادی از استقلال، اونها هم حالا مستقیم بازی میکنن، یه فرصت خوب، موقعیت برای استقلال هست در محوطه جریمه، حالا ضربه رو میزنن و این جواب حمله استقلالی هاست به 2 حمله تیم پیروزی. بازی رفته رفته داره شکل بهتری پیدا میکنه، بدون گل مساوی، شوت جباری رو میبینید،
امیرآبادی میتونه جلا بیاد، همین کار هم انجام میده، نفوذ خوبی رو داره، تا لب خط طولی هم جلو میره، اونجا سرانجام بازیکن پیروزی صاحب توپن. یه بار دیگه طالب نسب لو میره، حالا فرصت برای کاظمی، شوتی که میزنه ولی راهی به دروازه نداره. یه بار دیگه عنایتی، ببینیم خطا به نفع کدام تیم، خطا به نفع پیروزی اعلام میشه. سیاوش اکبرپور: من که والا تو بازی خب شخصیتم فوتبالیم جنگندگیه دیگه، اصلا کلا اینطوری فوتبال بازی میکنم. تو بازی سیاوش کلان که با هم خیلی رفیقی، یه تکل بدجوری روی مچ من زد، ناخودآگاه دستم رفتش، دروغم نمیگم، یه دونه با دست راست میده، با دست چپم زدم تو صورتش، همونجا که داشتم میخوردم زمین زدم تو صورتش. بعد که بلند شد دیگه منو نمیشناختن، من اون موقع فقط بچه معلم میشناختن و خانوادم، کسی من نمیشناختش تا قبل بعد دربی. شروع کردش یه سری الفاظو به کار بردش، به من گفتش، منم که جوابشو دادم، دروغم ندانم، منم جوابشو دادم که همین تا بعد بازی ادامه پیدا کرد. هتلشون هتل المپیک بود ولی ما هتلمون آزادی بود. آقا کریم و جواد کاظمیان و علیرضا حقیقی رفتن تو هتل المپیک، بنده با چون با جواد خیلی رفیق بودم، کاظمیان ماشین نیاورده بود، جواد گفت منو برسون، که حتی قرار بود شب بریم پیش جواد، که رفتیم پیش جواد، خونه جواد نه، که می‌خواستم برسونمش جلوی در هتل، اومدم منتظر بودم، زنگ زدم بهش گفت نه بیا تو داریم صحبت می‌کنیم، بیا یه روب دیگه میریم. که من رفتم داخل، از در که وارد شدم رضا نعمتی منو نگاه کرد، شوشه شد با من. بعدن خود رضا نعمتی به من گفتش که تو از بغل من رد شدی، من زنگ زدم به سیاوش گفتم پسره اومد تو بزنش. من یه توپ خیلی خوب از علیرضا اکبرپور گرفتم تو اون بازی، صحنه تک به تک بود، به اصطلاح سرپای ایستادم، یعنی اگه میخوابیدم بیا هر کی دیگه انجام شد توپ قشنگ خیلی محکم هم زد، گل میشد. به راحتی مدافعان استقلال برمیگردونن. عنایتی، انصاریان، اشتباه میکنه انصاریان، حالا عنایتی صاحب توپ، فرصت داره، پا به توپ برای اکبرپور، فرصت برای استقلال و باز هم توپ گل نمیشه. یک دقیقه وقت اضافه هم گرفته شد و تمام شد و اینجا هم سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد. شیس رضایی اولین حرکت از بازیکن پیروزی، حالا فرصت برای این تیم درون محوطه جریمه، یه لحظه طالب رو توپ ازش جدا میشه، حالا یاران پیروزی، فرصت برای این تیم و ضربه‌ای که میزنن و خود طالب رو دوباره توپو میگیره. برو دروازه، یه فرصت برای استقلال، برگشت توپ، باز هم ادامه داره، فرصت برای استقلال. عجب توپی بود که نیکبخت نتونست بزنه. نگاه کنیم عنایتی، شاید این که میگم باد آورده رو باد میبره، همینجاست، شاید نیکبخت فکر نمیکرد این توپ به او برسه، وگرنه او بازیکن هوشیاری است. نگاه کنید، یه لحظه روی اشتباه خط دفاعی پیروزی توپ به او رسید، اما از این موقعیت خوب استفاده نکرد. آره، اونم اولین بازی بودش که آقای آریان اومده بود و توی تمرینایی که گذاشته بود، ارزیابی که کرده بود، خیلی مدت زمان خیلی خیلی کوتاهی بودش. ایشون هم به من گفت تو باید بازیکن آزاد باشی توی این بازی. لحاظ فنی جزئی که بهترین بازیام بود. حالا بازی 0-0 شد. پاس خیلی خوب یادم تگزب وسط زمین، فکر کنم 60-70 متر پاس بود، دادم جواد کاظمیان، تک به تک کردم که اون توپ گل نکرد. حاجی‌زاده، کاویانپور، دوباره خود حاجی‌زاده، کاویانپور این بار از آفساید فرار میکنه، جواد کاظمیان، فرصت برای پیروزی، ببینیم چه کار خواهند کرد. کاظمیان از تو دروازه استقلال که چه توپی رو از دست میده جواد کاظمیان. از نگاه کنیم جواد کاظمیان دریبلش رو هم بعد شروع کرد، یعنی میخواست یه دریبل خیلی ریز در مقابل دروازه‌بان هوشیاری چون وحید طالبلو بزنه. مشتبه جباری، یه فرصت خوب، یه پاس به جلو، فرصت برای استقلال. سیاوش اکبرپور شاید حتی این موقعیتش از اونی که نیمه اول هم گیرش اومد بهتر بود. جباری عالی میندازه، واقعا پاسور فوق‌العاده‌ای است این مشتبه جباری. نگاه کنیم
با دیدی عالی میندازه برای اکبرپور و او توپ رو به بیرون میزنه. طبق روال قضیه پیش نرفت که واقعا ما اون تیم هجومی باشیم و اینا، حالا نمیدونم دلیلش چی بود، شاید پرسپولیس واقعا خیلی اون روز شرط خوبی داشت. ما واقعا تو اون چند سال بازی به بازی بهتر میشدیم. من فکر میکنم که این ترکیبی از جوانگرایی و با تجربه ها باعث شده بود که تیم ما، حالا شاید بعضی موقع از جوانا و بی تجربگی جوانا یه سری ضربه ها میخوردیم، ولی خب همون تجربه میشد برای بازی های بعد و سعی میکردیم بازی های بعد اونو. واقعا مثلا من میخوام خط دفاعی الان شما اسم بردین، خب حاج محمود فکری بازی میکرد به قول من با کولهواری از تجربه، بعد جلوی اینا دوتا جوان بازی، جلوی حاج محمود دوتا جوان بازی میکرد مثل امیرحسین صادقی و پیروز قربانی که هم علاوه فیزیکی شرایط خیلی مناسبی دارن، هم جویای نام بودن، هم انرژی و پتانسیل جوانی داشتن. خب این رهبری از طرف حاج محمود فکری، خود من جوان بودم تو گل، ایشون وسط قرار گرفته بود، میتونست با تجربه‌ای که داشت ما رو راهنمایی کنه. خب اینا خیلی کمک حال بودن. پاس عقبش اشتباهه و خیلی راحت حالا کاظمیان فرصت داره. ببین دومین تک به تکش رو چه کار میکنه، فرصت برای معدنچی، دروازه استقلال ببینیم باز میشه یا نه. حالا همچنان ادامه داره، باز هم ابراهیم اسدی فرصت داره. پژمان نوری واقعا حمله عجیبی بود که با اشتباه مدافعان استقلال سر زد. کاظمیان 3:04 زمان بازی تمام شده، داور چه کار خواهد کرد؟ در سوت خودش میدمه و پژمان نوری هم آخرین ضربش رو به توپ میزنه. با وجود موقعیت های دو تیم این بازی بدون گل مساوی پایان میرسد. بدین ترتیب پرسپولیس ششمین بار متوالی در رسیدن به برد در داربی پایتخت ناکام میشود. از سوی دیگر استقلالیا که در اوج به سر میبرند، 5 هفته بعد در ورزشگاه آزادی جشن نخستین قهرمانیشان را در لیگ برتر برگزار می‌کنند. در این فصل پرسپولیس به رتبه نازل نهم جدول فرو می‌افتد.